با نام خدا، پارت دوم جلسه هفت که ما میخواییم یک قاب خمشی که ساده ترین قاب ممکن هستش برای مدل سازی رو در نرم افزار سب با تحلیل های مختلفی تحلیل کنیم. خب قابی رو که داریم واسه این مثال یک قاب خمشی سه دهانه و چهار طبقه است که فولاد مصرفی اون ST37 هستش. مقاطع تیر اون در همه طبقات IPE 270 و مقاطع ستون، اینجا نوشتیم بیم سیکشن نه کالوم سیکشن، مقاطع ستون واسه طبقه اول و دوم IPB 300 و طبقه سوم و چهارم IPB 260 هستش. حالا چون مقاطع دو طبقه بالا هم دو تا مقطع گردن کلفته، من مقطع تیر رو یه دونه ببرم بالاتر، اجازه بدید IPC استفاده کنم. این طراحی نشده، همینجوری فعلا دادم که تحلیل انجام بدم، هدف طراحی نیست فعلا. خب عرضم حضورتون مقدار بار مرده که به صورت خطی به تیرها وارد میشه، در این قسمت به تیرها وارد میشه، همه تیرها 2000 کیلوگرم بر هر متر و بار زنده هم 800 کیلوگرم بر هر متر. خب میریم تو نرم افزار سب و شروع میکنیم به مدل سازی این مدلی که داریم. نرم افزار سب رو باز میکنیم. خب این نرم افزار محیط نرم افزار سب هستش، نیو مدل میزنیم، منتظر میمونیم که بیاد. خب تو اینجا ما واحد هایی رو که داریم کیلوگرم فورس متر رو میذارم، چون واحد ها رو به این صورت در نظر گرفتم. دیفالت متریالم مقاطع اروپایی حالا خیلی مهم نیست و از گرید آنلی استفاده میکنم و فقط گرید ها رو میخوام تعریف کنم. سه تا دهانه در جهت ایکس داریم و چهار طبقه در جهت وای. خب سه تا دهانه داریم ولی چهار تا خط هستش. ببینید یه دونه، دو تا سه تا و چهار تا خط در جهت ایکس و یک دو سه چهار و پنج تا خط هم در این گرید هستن، در جهت زد هستش. خب پس تعداد در جهت X direction 3 تا دهان است، میشه 4 تا. در جهت Y چیزی نداریم، یه دونه قابه. در جهت Z چون 4 طبقه است میشه 5 تا خط. خب فواصل در جهت X 5 متر، در جهت Y که هیچی، یه دقیقه یه قابه فاصله معنایی نداره. و ارتفاع در جهت Z، ارتفاع طبقات هم 3.2 متر. این رو اوکی میزنیم تا قاب رو ترسیم کنه. قاب به این صورت ترسیم شد. خب صفحه ایگزد رو میزنم، حالت سبودیش هم دیگه خیلی لازممون نیست. ببینید که سه تا دهانه است و چهار تا طبقه. میریم متریال رو تعریف میکنیم. متریال از دیفاین، منوی دیفاین و گزینه متریال، از نیو متریال میزنم. فولادی رو که میخوام استفاده کنم ST، حالا اوکی میزنم. این رو مودیفای میکنم، مودیفای میزنم، یه دونه که اضافه کردم به اسم ST 37. کاری با اینا ندارم. قسمت بالا FYش بر حسب کیلوگرم فورس متر میزنمش، کیلوگرم سانتی متر، چون باید معمولا تنش رو کیلوگرم سانتی متری میزنیم. خب مقدار ای همی رو میزنیم، یا دو مورزه یک ای پنج 210,000 تا E6 اصخایی میکنم کیلوگرم بر هر متر. FY 2400، FAU 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. FY expected مورد انتظار میشه 2400 ضرب در 1.2، و اینجا 3700 ضرب در 1.2. این بحث طراحی لرزه ایه که الان خیلی مهم من نیست، این تنش تسلیم هم حتی تنش تسلیم مهم هستش. اوکی میکنم. فولاد ST37 ایجاد شد. دو تا سه تا مقطع هم داریم، یکی IPEC هستش واسه تیرها و IPB 260 و
IPB چنده؟ IPB 300 هم واسه دو طبقه اول ستون‌ها رو داریم. اینها رو دیفاین می‌کنیم، یعنی تو قسمت سیکشن، فریم سیکشن ما ایمپورت می‌کنیم. ایمپورت مقاطع آی شیک خب کتابخانه یورو که مربوط به مقاطع اروپایی هستش و آی پی مقاطع آی پی ای و آی پی بی هم توی یورو هست رو لود میکنیم. فایلی به اسم euro.xml این رو اوپن میکنیم، این رو اوپن میکنیم. خب مقاطعی که داریم، اول این بالا فولاد رو میذاریم روی ST37 و شروع میکنیم به، خب اینا مقاطع H هستش، مقاطع H همون مقاطع IPB هستش. خب مقاطع IPB 260 این HE بعد آخرش بیه، این مقاطع IPB بچه IPB 260 HEB اینا مقاطع IPB 300 هستش. پس این دوتا مقطع IPB هستن. میایم پایین تر مقطع IPE رو هم انتخاب میکنیم. من وقتی که دارم انتخاب میکنم دکمه کنترل رو هم میگیرم که اون قبلی ها از حالت انتخاب خارج نشه. IPE 300 رو هم اینجا دارم، کنترل کلیک کردم و سه تا مقطع انتخاب شد. اوکی، ببینید این سه تا مقطع IHE 260 HE 300 و IPE 300 این رو اوکی میکنم. خب میرم سراغ ترسیم. ترسیم اول تیرها رو ترسیم میکنم. این گزینه کویک دراو هستش. خب گزینه کویک دراو رو میزنم. خب اول از همه تیرها رو ترسیم میکنم، IPE ها. خب IPE ها رو در واقع از نوع خط مستقیم استرایت فریم قاب مستقیم و کانتینیوس به معنی این دو سر گیردار باشه، یا اگه پینت باشه دو سر مفصل هست. اینجا چون قاب خمشی همش دو سر گیردار، از چپ به راست بچه ها من یه کادر میکشم که این تیرها انتخاب بشه. این تیرها رو اتوماتیک ترسیم میکنم. دیدی که ترسیم کرد، دوباره از چپ به راست یه کادر کشیدم، ترسیم کرد چپ به راست دیدید که ترسیم کرد. خب میریم سراغ ترسیم ستونها. ستونهای IPE IPB 300 که مربوط به دو طبقه اوله. کادر از چپ به راست. خب ستونهای دو طبقه پایین هم ترسیم شد. میرم IPB 260 مربوط به دو طبقه بالا. این صورت در واقع قاب ترسیم شد. خب میخوایم ببینیم مقاطعشون درسته. تو قسمت Set Display Options توی قسمت در واقع فریم ها میگیم که سیکشن رو نشون بده. اوکی دیم کردیم. بعد از ترسیم مدل بایستی بارها رو اعمال کنیم. دیدید که باری که روی تیرها هستش، من تیرها رو انتخاب میکنم، کادر از چپ به راست چپ به راست. از قسمت assign frame load distributed میشه بار گسترده و مقدار بار گسترده رو بایستی مقدارش رو وارد کنیم. واردش کیلوگرم بر متر هستش. مقدار بار گسترده رو مقدارش رو اینجا وارد میکنم، 2000 کیلوگرم بر متر از نوع بار مرده. این رو اپلای میکنی به این صورت این بار مرده 2000 تایی به این صورت اعمال شد. خب اینو از حالت انتخاب خارج میشه. این دکمه PSC که اینجاست در واقع انتخاب قبلی رو انتخاب میکنه، یعنی previous selection هستش. اون که بزنید تیرها مجدد واسه انتخاب بشه. دیدید تیرها انتخاب شد. حالا به این تیرهایی که انتخاب شده مجددن یه بار زنده اصلا تعریف نشده. کلوز بزنم، بار زنده رو نوع الگوی بارش رو تعریف کنم. بایستی اول الگوی بارش رو تعریف کنم. میرم تو قسمت load pattern. توی ایتابس بچه بار مرده و زنده یه دونه از بسای پیشورز تعریف شده است، ولی تو سب تعریف شده نبود زنده. load pattern رو میزنم. اینجا یک بار زنده رو لایو رو اضافه میکنم، از نوع لایو اد میکنم. خب یه بار زنده هم تعریف شد. به این تیرهایی که انتخاب شده
assign frame load distributed یعنی بار گسترده از نوع live و مقدار چقدر؟ مقداری که حالا توی صورت مسئله داده 800 کیلوگرم و هر بدیم توی صورت مسئله 800 تا دادیم که از همین استفاده میکنیم 800 تا و اوکی این رو اوکی میکنیم اینم مقدار 800 تا حالا روی هر کدوم از این تیرها رایت کلیک کنیم توی قسمت loads میبینید که بایستی هم بار مورد دد باشه 2000 تا هم بار لایو باشه 800 تا بنابراین بارها به تیرها اعمال شد. خب تکیگاه ها رو هم گیردار میکنیم میاییم از یک کادر از چپ به راست دوباره میزنیم که این 4 تا انتخاب بشه از منوی assign joint restraint ما اینها رو گیردار میزنیم. خب تکیگاه ها به این صورت گیردار شد. حالا از منوی load cases یک بار زلزله‌ای هم تعریف می‌کنیم load cases. خب یه دونه بار زلزله در جهت x مثلا ضریب زلزله فرض می‌کنیم 1/10 ما حالا c مساوی با آبی آی آروم رو با c حساب کنیم که این یک زلزله حالا ضریب زلزلهش درست باشه. من یک ضریب زلزله c رو 1/10 تعریف می‌کنم. خب نوع بار زلزله رو EX رو بایستی از نوع کوک بذاری کوک زلزله است. بعد نوع توزیع بار رو به صورت یوزر کوفیشنت میذاریم و این رو اد میکنیم زلزله اد شد. مودیفای لاترال لود پترن رو میزنیم این در جهت X ضریب بار زلزله 1/10 و ضریب K که توان مربوط به نیروها هستش در توزیع بار رو این رو هم 1 میذاریم. این رو به همین صورت میذاریم. این نیروهای جانبی زلزله است مطابق آیین‌نامه 2800. پس ما نیروهای جانبی زلزله رو با توجه به ضریب سی یعنی آبی آی آرومی که اینجا تعریف میکنیم به سب میگیم که به صورت اتوماتیک حساب کنه و اعمال کنه. پس ما الان روی سازه چی داریم؟ یه بار مرده داریم، یه بار زنده داریم، یه بار زلزله داریم مطابق آیین‌نامه 2800. این رو اوکی میکنیم. این نیروهایی است که به سازه وارد شده. خب مورد بعدی که هست بایستی بهش بگیم به سازه بگیم که جرم سازه رو چجوری حساب کنیم. تو قسمت مسورسس منوی دیفاین مسورس منوی دیفاین مودیفای میکنیم میگیم که مسورس رو چجوری انتخاب کنیم. یکی خود وزن اعضا رو در نظر بگیره element self mass و یه تیک دیگه است که بارهایی که اعمال شده رو به عنوان جرم در نظر بگیریم. این بارهایی که ما داریم در واقع جرم سازه هستن. اینا رو یه تیک میزنیم و جرم رو اضافه میکنیم. معمولا جرم رو در تحلیل های لرزه مطابق آیین‌نامه 2800 چی میگیرم؟ بار مرده به اضافه درصدی از بار زنده که فرض کنیم این قاب مسکونی هستش 20% بار زنده میشه. پس میشه بار مرده 100% بار مرده به اضافه 20% چی بار زنده. این به عنوان وزن سازه مس سورس ما مس میشه جرم سورس هم میشه منبع. منبع جرم ما به این صورت به عنوان بار لرزه‌ای بار مورد به اضافه 20% بار زنده تعریف میشه. اوکی اینم یس و اینم اوکی که جرم سازه رو هم جرم خود سازه رو هم به جرم به این جرم ها اضافه کرد. خب ما اگر این رو تحلیل کنیم حالا یه ترکیب بار هم درست میکنیم یک لود کیس هم درست میکنیم. لود کیس مثلا اینجا اد نیو لود کیس میزنیم یه دونه ترکیب بار شامل بار مرده زنده و زلزله به سازه اعمال میکنیم یعنی همزمان. این یه ترکیب باری هستش که تو مبحث 6 هستش 1.2 بار مرده به اضافه عرضم به حضورتون یه دونه بار زنده همزمان اگر زلزله بیاد زلزله هم با ضریب 1 اعمال میشه. پس بار مرده و زنده رو داریم و بار زلزله اعمال میشه. این یه ترکیب باره a case یه دونه کیس بارگذاری هستش که از نوع لینیر استاتیک هستش. این تحلیل نوع اوله خب اینو اوکی میکنیم و میریم تو قسمت آنالایز ست آنالایز آپشنز رو نگاهی میندازیم ببینیم اینجا گفته که سازه شما
سه بعدیه یا دو بعدیه؟ خب این سازه ما دو بعدیه، تو صفحه XZ هستش، X افقی Z قائمه، تو صفحه XZ هستش، اینجا هم نوشته. پس این تیک رو میزنیم که درجات آزادی که داره UX در جهت X و UZ در جهت Y و چرخش عمود بر اینها که R Y هستش، یعنی تتا هم داریم، که این رو بزنیم خودش اتوماتیک اینا رو انتخاب میکنه. این رو اوکی میزنیم، درجات آزادی رو رو دو بعدی تنظیم کردیم. از منو آنالایز ران آنالایز میزنیم، یا همین چیزی که اینجا هست، این هم ران آنالیسیس هستش، تحلیل رو ران میکنه، میگه که کدوم ترکیب بارها ران کنه. این اینا الگوی بار هستش، این یه ترکیب بار هستش، این رو ران میکنیم. خب اول بایستی سازه رو حتی سیف کنیم قبل از اینکه ران بشه. میگه که اول سیف کن، من تو دسکتاپ این رو به اسم سب مدل سیف میکنم، سب مدل اگزمپل ادوان داینامیکس. خب لکچر هفت اگزمپل یک. خب این هم کپی کنم، اسم مدل هم میذارم لکچر هفت اگزمپل یک، سیوش کردم و سیو کردم. بعد از اینکه سیو کردم، این همزمان تحلیل رو انجام میده، این یه تحلیل خطی انجام میده، یه تحلیل خطی ناشی از بار مرده، یه تحلیل خطی ناشی از بار زنده و یه ترکیب بار که ترکیب از ایناست، یه بار مرده زنده و زلزله به سازه اعمال کرد. این تحلیل خطی استاتیکی خطی بود بچه ها. تحلیل استاتیکی خطی یعنی این گزینه اول که اینجا داشتیم، تحلیل استاتیکی خطی تحت اثر یه بار مرده و زنده و یه زلزله، یه بار جانبی ساب، بار جانبی ثابته بچه ها، مثل پوشاور نیست. این چیزی که اینجا نوشتن، اینایی که توضیحاتی که اینجا میبینید یا مربوط به توضیحات تحلیل پوشاوره، اینا همه توضیحات تحلیل پوشاوره. رستن تو بک بزنم، اینا هم رنگ دورش رو هم یه رنگی بزنیم که این توضیحاتی که دادیم اینجا مربوط به تحلیل پوشاور. پس این تحلیل لینیر همین تحلیل بود که انجام دادیم، تحلیل خطی بود، الاستیک خطی، استاتیکی، بار جانبی، بار جانبی، بار ثابت، زلزله است، به ساز اعمال میشه داخل تیرها. مثلا تغییر شکلی که میخوایم ببینیم از منوی دیسپلی show deformed shape رو میزنید، میگه که فرم تغییر شکلی یافته تحت اثر بار مرده اینه، تحت اثر بار زنده اینه، تحت اثر بار جانبی که بار جانبی فقط یه بار جانبی هستش، ببینید اینجوریه. اون کیس هم بار ثقلی داشتیم هم بار جانبی. این رو هم که اوکی کنید، تحت اثر بار ثقلیه و هم بار جانبی، هر جایی که موس بزنید تغییر شکل ها رو میبینید. این U1 تغییر شکل بامه که بر حسب متر 3 متر، یعنی 3 سانته، 3.37 سانته تغییر شکلش. طبقه بام تغییر شکلش چقدره؟ 2.69. طبقه 1 چقدره؟ 1.67 سانته. خب این تغییر شکل سازه است که از در واقع منوی فورس شو فورس استرسس میتونید نمودار لنگر برش نیروی داخلی رو ببینید. فریم کیبل تندنز رو میزنید، مثلا تحت اثر این کیس وان میگی که نیروی محوریش رو نشونت بده. این مقادیر نیروی محوری، نیروی فشاری هستش که داخل ستون ها هستش، در جای موسم ببرید این مقدارش رو میده، چقدر؟ 26,000 تا 26 تونه. این یکی چقدر؟ 67 تونه. 67 66 تون. این یکی چقدر؟ این هر چیزی که موس ببرید این رو مقدارش نشونه. یا روش رایت کلیک کنید، روش رایت کلیک کنید مقدارش رو در طولش نشون میده. خب این نیروی محوری، نیروی برشی در جهت عمود بر تیر هستش، این مقدار نیروی برشی هستش، شیر تو تو و ام 33 هم لنگر خمشی هستش، اینا مقادیر لنگر هستش که رایت کلیک کنی نمودار
لنگ انتخاب رو رایت کلیک کنید، نمودار لنگرش رو براتون میکشه، هم نمودار برش، نمودار لنگر و نمودار تغییر شکلش رو نشون میده. خب به این صورت، پس ما اینجا نمودار برشه و MCC هم نمودار لنگر. تحت اثر بارهای در واقع ترکیب بار کیس وانه که 1.2 بار مرده، بار زنده و بار زلزله. خب این تحلیل بچه چی بود؟ لینیر استاتیک بود. این لینیر استاتیک کلن هر تحلیلی که در SAP یا ETABS انجام میده، خود SAP یا ETABS یه تحلیل مدال هم انجام میده. ببینید تحلیل مدال هم انجام میده که مدشک های سازه رو در واقع حساب میکنه. یعنی از منو دیسپلی شو تیبل بزنیم تو قسمت استراکچر آوتپوت مودال اینفورمیشن، اینجا پریودها رو میتونیم ببینیم. این رو اوکی بزنیم، پریودهای سازه رو که حساب شده به دست میاد. پریود مود اول 9 ثانیه، مود دوم 28 ثانیه، مود سوم 14 ثانیه. این فرکانس هستش بر حسب آرتست، فرکانس هستش بر حسب هرتز، 1 هرتز، و اینجا هم فرکانس اومگا هستش. اومگا هستش که بر حسب رادیان بر ثانیه است، که مود اول 6.8 اومگا، دوم 22 و اومگا سوم 42 هست. حالا فرم مود شکل رو هم بخواید ببینید، از این قسمت show deform shape که تو قسمت دیسپلی هم هست، show deform shape رو بزنید. اینجا میتونید مودال رو انتخاب کنید. مودال رو انتخاب کنید، میگی که شکل مود چند رو نشون بده. مود 1 اوکی که بزنیم، این شکل مود 1 رو نشون میده که تغییر شکلها یه سمتیه. مود 1. مود 2 تغییر شکلها به چه صورته؟ میره سمت عقب بعد رفته جلوی. مود 2 اینم مود 3 هستش. این انیمیشنی هم احتمالاً شاید دیده باشید. این شکل ارتعاشی تو مود 3 بود. مثلا مود 1 استارت انیمیشن. این ارتعاش مود 1 که مقادیر فرکانس هاش هم بالا نوشته. تیش 9 فرکانس هم 1.08 و مود 2 تیش 0.28 و فرکانسش هم بالا نوشته. این تحلیل مودالی هم خودش اتوماتیک انجام میده، یعنی میاد اون ماتریس کامن های اومگا 2 ام رو حل میکنه، ماده دترمینانش رو مساوی صفر قرار میده، معادلش رو حل میکنه از روش عددی و اومگا رو به دست میاد و بعد مشکل رو به دست میاد. خب این تحلیل خط. بریم سراغ تحلیل پوشاور. تحلیل پوشاور بچه‌ها یک تحلیل غیر خطی. من قفلش رو شکستم که این تحلیل رو بتونن تغییر بدن. تحلیل پوشاور یک تحلیل غیر خطی هستش. بارهایی که به سازه وارد میشه، اول بارهای ثقلی وارد میشه، بعد بار جانبی مشابه بار زلزله، مشابه همین بار ایکس، تیکه تیکه به سازه اعمال میشه. خب پس اینجا ما دو تا ترکیب بار بایستی بسازیم، یکی مربوط به بار ثقلی. میریم تو قسمت لود کیسز. تو قسمت لود کیسز عرضم به حضورتون یک اد نیو لود کیس میزنیم. اد نیو لود کیس اسمشو میذاریم گراویتی. این گراویتی بار ثقلیه. خب از چه نوعه؟ از نوع استاتیک، از نوع استاتیک، از نوع استاتیک و نان لینیر. یعنی استاتیک نان، به معنی اینکه نان لینیر میزنی گزینه‌هاش بیشتر میشه. اثر پی دلتا لحاظ بشه؟ بله پی دلتا لحاظ بشه. خب باز غیر خطی شدن پاسخ میشه. خب بارهایی که داریم به عنوان بار ثقلی، مثلا همون یک بار مرده و 2 بار زنده به عنوان بار ثقلی به ساز اعمال میشه، ولی به صورت غیر خطی، از نان لینیر استاتیک، که اثرات پی دلتا توش لحاظ بشه. تو قبلی پی دلتا لحاظ نشده بود. این رو اوکی میکنیم. این بار گراویتی بارهای ثقلی هستش که اثرات پی دلتا توش هست. حالا بار جانبی رو تعریف میکنیم. اد نیو لود کیس میزنیم، بار جانبی از نوع استاتیک و نان لینیر. ولی اینجا میگیم که این بار جانبی که حالا اسمشو میذارم، همه اسمشو میذارم پوشاور. تحلیل پوشاور
بایستی در ادامه بار استقلی باشه. ببین بوزینه رو گذاشتم خودش رو زیرو بود، یعنی از ابتدا وارد بشه، ولی من میذارمش بعد از بار استقلی، یعنی اول بار استقلی بسازه اعمال بشه و بعد بار پوش اعمال بشه. تو بار پوش هم بایستی پی دلتا رو در نظر بگیریم. خب بار جانبی به چه صورت اعمال میشه؟ به صورت شبیه بار زلزله‌ای که تو دو آینامه 2800 داریم، مشابه اونه، ولی این ذریب بارش ذره ذره اعمال میشه. خب تو قسمت بار در واقع گراویتی من این گزینه‌ها رو تغییر ندادم، همون حالت‌های پیش‌فرض خودش گذاشتم، اون حالت قبلی بار گراویتی، ولی اینجا اینا رو تغییر میدیم. چرا؟ چون این بار جانبی به صورت تیک تیک اعمال میشه تا یه تغییر مکانی که خودمون میگیم، بنابراین باید تنظیم کنیم، این تنظیمات رو باید حتما انجام بدیم. خب من گزینه اول تو قسمت لود اپلیکیشن نحوه اعمال بار رو میزنم، میگم که یه دفعه اعمال بشه یا نه یه ذره ذره اعمال بشه. ما میخوایم بگیم که تیک تیک اعمال بشه، اگه تیک تیک اعمال بشه میشه پوشابه. خب اینو که اعمال کرد تا چند سانت اعمال کنه؟ تا حدود نیم متر، یعنی این چیزی که خودش اعمال کرده من در نظر میگه همون نیم متر اعمال بشه. درجه آزادی هم معمولا این خودش درست انتخاب میکنه، این درجه یه دونه در جهت X و در گره یک احتمالا تو بام هستش، حتی چک میکنه ببینیم یک گره یک در بام هست یا نه، ولی معمولا درست انتخاب میکنه، یکی از گره های بام رو انتخاب میکنه. پس گفتیم که بام نیم متر به صورت دیسپلیسمنت کنترل بره جلو. اوکی، بعد تو گزینه بعدی، تو گزینه بعدی میگه که آقا حالت آخر رو سیو کنم یا نه هر حالت باری که اعمال داشت سیو کنیم. میگیم که همه حالت ها رو سیو کن تا بتونیم نمودار پوش رو ترسیم. نمودار پوش در واقع تیک تیک اعمال کردن بار رو داره نشون میده، پس ما میخوایم مالتیپل استیت باشه که سیو بشه. حالا این ده حداقل 10 گام رو این که سیو کنه، حالا میذارمش رو 20 تا که 20 تا گام حداقل سیو کنه. اوکی دیگه با آخری کاری نداریم. به این صورت ما این تحلیل پوش رو تعریف کردیم که بعد از بار گراویتی اعمال میشه. اوکی خب این چیزی که تعریف کردیم این در واقع تحلیل پوشاوری هستش که اثرات غیر خطی هندسی رو در نظر میگیره، یعنی پی دلتا رو فقط در نظر میگیره. پی دلتا رو، پی دلتا چیه؟ پی دلتا گفتیم که وقتی که سازه تغییر شکل پیدا میکنه، این بارهایی که روی سازه تغییر شکل یافته هست باعث ایجاد یک تلاشه اضافی میشه که این تلاشه اضافی باعث غیر خطی شدن رفتار سازه میشه و مقادیر واقعی تر میشه. ولی توی این حالت اثرات غیر خطی هندسی رو لحاظ نمی، غیر خطی مادی رو لحاظ نمی کنه. یعنی ما توی این روند پوشی که اینجا پوش میشه، سازه اینجا پوش میشه، ما در واقع رفتار غیر خطیه، یعنی این الاستیک اعضا رو لحاظ نکردیم. واسه این که رفتار غیر خطی رو لحاظ کنیم، یه روش اینه که ما مفصل پلاستیک تعریف کنیم. مفصل پلاستیک چیه؟ مفصل پلاستیک یک نقطه‌ای هستش که در سازه تعریف می‌کنیم و اون جاهایی از در واقع در اون جاهایی از سازه که احساس می‌کنیم و فکر می‌کنیم که غیر خطی بشه رفتارش، اونجا تعریف می‌کنیم و در این نقطه رفتار نیرو تغییر مکان یا لنگر انحناش رو به صورت غیر خطی واسه تعریف کنیم که اگر این نقطه وارد غیر خطی شد از اون نمودار استفاده کنه و رفتار غیر خطی و غیر الاستیک سازه رو مدل کنه. پس ما از در واقع مفصل پلاستیک استفاده می‌کنیم. تو قاب‌های خمشی کجاها ممکنه خراب بشه، یعنی وارد مفصل پلاستیک بشه؟ دو سر تیرها و دو سر ستون‌ها، چون دو سر تیرها لنگر ماکسیمم میشه، پس دو سر تیرها احتمال تشکیل مفصل پلاستیک داریم و دو سر ستون‌ها هم دچار مفصل پلاستیک میشه. پس من همه تیرها رو انتخاب میکنم، همه تیرها رو انتخاب میکنم، از منوی اساین فریم و گزینه هینج رو میزنم. هینج یعنی مفصل، مفصل. این مفصل رو در واقع در ابتدا و انتهای تیر قرار میدم. خب در فاصله معمولا در فاصله صفر قرار نمیدن، در فاصله 5% طول ابتدا و 5% از طول کمتر، یعنی در فاصله 500 طول فاصله نسبیه، ریلیتیو، در فاصله 500
نوع مفصل اتوماتیک در نظر میگیم، یه دونه اد میکنیم. اینو که اد میکنیم میگه که نوع، چون واسه تیره فقط در واقع رفتار غیر خطی ناشی از لنگر حول محور 3 هستش، ام 3 حول محور قوی هستش، اینو اوکی میکنیم. یه دونه مفصل در 500 استفاده کردیم، یعنی در ابتدا، و یه دونه هم در اون انتها در 95% تعریف میکنیم. به این صورت ما یه مفصل در ابتدا و یه مفصل در انتها از نوع M3 تعریف کردیم. M3 یعنی لنگر حول محور قوی. اوکی، عد کردم و اوکی. پس دو تا مفصل شد، ابتدا و انتها، 5% و 95%. این رو اوکی میکنم. ببینید این مفصل رو در ابتدا و انتها قرار داد این سبز. حالا واسه ستونها هم مفصل تعریف میکنیم، ولی ستونها علاوه بر لنگر تحت بار فشاری هم هستن. پس بایستی به صورت اندرکنش بار محوری و فشاری این مفاصل تعریف بشه. خب من ستونها رو تعریف کردم از منوی Assign, Frame, Hinge. خب اینجا از نوع O2 من مفاصل ستونها رو معمولا ابتدا و انتها میذارم، 0 و 100 میذارم. از نوع O2 Add میکنیم. خب تو حالت عادی خودش بیم انتخاب بود، من تیرها رو اینجا رو بیم بود، رو M3 گذاشتم، ولی الان اینجا دیگه بیم نیست، ستون تیر نیست، ستون هستش، استیل کالوم نه. من اینجا تو این گزینه استیل کالوم رو انتخاب میکنم و ستون ها تحت اثر بار فشاری و لنگر خمشی یه محور است. تو سازه سه بودی میتونیم بذاریم روی این، ولی سازه دو بودی پی نیروی فشاری، M3 لنگر حول محور قوی، این رو اوکی میکنم. خب این ابتدا شد. ببین از نوع O2 PM3 تو ستون‌ها و یه دونه هم یک در انتها قرار میدم از همین نوع، از همین نوع کالوم PM3 اوکی و اینجا هم اوکی. ببینید دو انتهای ستون‌ها هم مفصل در واقع تعریف شد. حالا با تعریف این مفاصل پلاستیک ما میتونیم تحلیل پوش تحلیل رو انجام بدیم. میریم نگاه میکنیم تو قسمت منوی آنالایز. حالا این رو که اصلا آنالایز که بکنیم خودش میگه که آقا این تحلیلی که میخوایم انجام بدیم، ببینید اینا لینیر استاتیک بودن، ولی این دوتا نان لینیر استاتیکه، ولی این نان لینیر استاتیک غیر پوشاوره، نان لینیر استاتیک غیر پوشاوری است، ولی این نان لینیر چی هستش؟ این پوشاوره، این حالت نان لینیر استاتیک پوشاوره هستش، یعنی پوش میشه بار جانبی، این دوتا با هم دیگه است. خب این روان، یعنی این گراویتی اول اعمال میشه، پوش بعد از این گراویتی اعمال میشه. این روان میکنم. خب train heat pumper need to be generated because updated value pins unlock and rerun analysis. خب آنالیز انجام شد. وقتی که آنالیز انجام بشه ما میتونیم فرم تغییر شکل یافته سازه رو ببینیم. فرم تغییر شکل یافته سازه تحت اثر حالا پوشاور، حالا گراویتی رو اگه بخوایم ببینیم تحت اثر بار ثقلی غیر خطی اینه، ولی تحت اثر پوشاور چی؟ این رو اوکی میکنم. این پوشاور استپ 1، استپ 2، استپ 3، ببینید گام به گام داره وارد میشه. استپ 4 تغییر مکان چقدره؟ تغییر مکان 9 سانت. استپ 5، ببینید یه سری جاها استپ 5 مفاصل، استپ 5 13 سانت، یه سری مفصل شد. این تیرها داره محدوده پلاستیک وارد میشه، پلاستیکی که وارد شده در محدوده BC هستش. BC محدوده ای هستش که محدوده کرنش سخت شوندگیه بچه. حالا نموداره مفاصل پلاستیک، حالا جزئیات مفاصل پلاستیک رو من بهتون نگفتم، ولی یک نمودار در واقع قسمت الاستیک، قسمت پلاستیک با کرنش سخت شوندگیه و یه قسمتی هستش که مربوط به در واقع بعد از خرابی هستش. اینجا گام بعدی دوباره مفصل ایجاد شد، تغییر مکان از 13 رفت تا 17 و به همین صورت گام به گام این هی داره میره، بار داره پوش میشه به صورت جانبی. و حالا من استارت انیمیشن بزنم به این صورت. گام بعدی
13 14 و اینجا چند مفصل تشکیل شده؟ تغییر مکان تا 40 سانت پوش شده و آخرین گام گام 16 است که 46 سانت. ببینیم گام بعدی هست، گام 17 هم هست، 18 هست، 19 تا 18 آخریش که چقدر پوش شده؟ تقریبا همون نیم متر خودمون که اینا میبینید اینا مفصل پلاستیک تشکیل شده، یعنی وارد محدوده غیر خطی شده. بخوایم نمودار پوشاور رو ببینیم از منوی دیسپلی شو استاتیک پوشاور کرو رو که بزنید نمودار پوشاور رو در این فرایند به ما نشون میده. این نمودار پوشاور هستش، میگه که در هر گامی که این داره میره جلو مقدار برش پای است و این مقدار تغییر مکان هستش. این نمودار پوشاور این قاب هستش که به دست اومده که این قاب حدود چقدر این نقطه ماکزیمم اینجا می‌نویسه، اینجا حدود 74000 تا 74 تن نیرو تحمل کرده وقتی که تغییر مکان تا حدود 50 سانت رفته. به نظر میرسه این قاب باز هم میتونه پوش بشه، یعنی تحمل داره، یعنی من میتونم این رو قفلش رو بشکنم یه بار دیگه پوش کنم، ولی به جای نیم متر مثلا 80 سانت یا 1 متر. اینجا ببینید اینجا تو بام نیم متر پوش شده، میتونم مثلا 1 متر پوش کنم یا میچ مثلا تحمل داره این 1 متر پوش بشه یا نه. از منوی دیفاین لود کیسز پوشاور مودیفای میزنم تو این قسمت در واقع دیسپلیسمنت کنترل به جای یه نیم متر 1 متر وارد میکنم. اوکی ببینم پوش میشه یا نه، اوکی کردم و مجدد ران میکنم. ران ناو. خب داره آنالیز انجام میشه. آنالیز انجام شد. حالا یک در واقع یک وارنینگ هم داد. خب چیز خاصی نیست. پوشاور گفته که پوشاور سابسیکون ریزال ویل نات بی اویلیبل. ببینم پوشاور رو احتمالاً شاید تا 1 متر پوش نکرده. ببینم گام آخر پوش رو نشون بده این قسمت پوشاور. من یه عدد بزرگی اینجا وارد میکنم مثلا 1544 گام 21 گام آخر هستش. تو گام آخر چقدر این 995 99.5 سانت پوش شده که میخوام نمودار پوشاورش رو ببینیم از منوی دیسپلی شو استاتیک پوشاور کرو. بله این نمودار پوشاور که رفت تو شاخه نزولی، میره تو شاخه نزولی، این سرازیری شکسته تا حدود 1 متر هم دیدید که پوش شد. پس ماکزیمم باری که تحمل میکنه ببین اینجا مینویسه، اینجا توی قسمت که نوشته شده بوده چقدر، حدود 76 تنه که این مقادیر رو میتونید به صورت فایل دیسپلی تیبل که بزنید مقادیرش به صورت عددی بنویسید. ببینید تو گام 1 تغییر مکان چقدر، برش چقدر، تغییر مکان برش ببینید که مقدار ماکزیمم حدود همون 75 76 هستش. تو کدوم گام؟ تو گام 11 تغییر مکان 55 هستش. این نمودار پوشاور هستش که به این صورت ترسیم شد. خب ما نمودار مودال پوشاور رو هم داریم. این پوشاور بود. مودال پوشاور به چه صورت هستش؟ بسیار ساده. توی نرم‌افزار SAP یا ETABS ما مودال پوشاور رو میتونیم تعریف کنیم. مودال پوشاور به جای اینکه بار جانبی، ببین لود کیس تو تحلیل پوشاور من این رو اد کپی میزنم میذارم مودال پوشاور یک یعنی مود یک. خب چجوری تعریف میشه؟ تو قسمت توی پوشاور حالت عادی ما الگوی بار جانبی رو مثل چی گرفتیم؟ مثل اون چیزی که تو آینامه 2800 حساب میشه، ولی اینجا به جای این واسه مود یک اعمال بشه. تو قسمت لود تایپ مود رو انتخاب میکنیم و اینجا میگیم که مود چند باشه، مود یک رو مودیفای میکنیم. ببینید پس الگوی بار جانبی اپلاید لودی که داریم چیه؟ به صورت مود یک این میشه مودال پوشاور یک. این اوکی. من همین رو اد کپی میزنم. مودال پوشاور دو مربوط به کدوم مود؟ مود دو مودیفای میزنم. اسکیل فاکتورش هم یکه.
این هم اوکی. اینا البته مد 1 تا 1 متر پوش شده، ولی مد 2 مثلا مقدار کمتری، مقدار کمتری، چون مد 2 اچا مثلا اینجا فرض کنید مثلا 50 سانت، و مد 3 رو کمتر احتمالا نتونه پوش کنه. البته شما میتونید 1 متر هم بذارید، اشکالی نداره. و اد کاپی میزنم مودال پوش آور مود 3. فعلا 3 مود میذارم، معمولا 3 مود کفایت میکنه تو اکثر سازا، حتی سازهای بلند مرتبه در نظر گرفتن 3 تا مود کافیه. خب این تغییر مکان جانبیش رو مثلا اینجا بجای 50 سانت مثلا 30 سانت در نظر میگیریم. اوکی انجام. اوکی 3 تا مودال پوش آور این رو اوکی میکنیم. پس اینجا ما مودال پوش آور مربوط به مود 1 داشتیم، مود 2 داشتیم و مود 3 داریم. این رو ران میکنیم. میذاریم ران بشه. ببین الان داره پوش آور ران میشه. مودال پوش آور 1 2 3 هر سه ران شد. بله بله. خب اینجا وقتی که دیسپلی میکنیم شو استاتیک پوش آور کرو، مودال پوش آور ها هم به اینجا اضافه میشه. این نمودار پوش آور عادیه، یه الگوی بار مربوط به آیین‌نامه 2800، این یکی الگوی بار مربوط به مود 1. حالا برعکسش کرده، ولی شبیه تقریبا شبیه همون چیه بچه‌ها، همون پوش آور عادیه. مود 1 در واقع نمودار پوش آور معمولا تقریبی از همون مود 1، ولی مود 2 اینجوری نیست. مود 2 مقدارش رو ببینید، تغییر مکانی که رفته تا حدود 40 سانته و ظرفیت سازه 96 هزار تا است تو مود 2، و تو مود 3 ظرفیت سازه رفته تو 108 هزار تا حدود 28 سانت. اینا هم بیشتر پوش نشده، من 40 سانت 30 سانت زده بودم، البته این تا 30 سانت خودش پوش شده. خب این مودال پوش آور مربوط مود 1، مود 2 و مود 3 هستش که به این صورت به دست اومد.